ریل راهن شمال به جنوب را دیروز چند ساعتی بستند. این کار رو کارگران بیستون آمده آذرآب انجام دادند که چند ماه از حقوق نگرفتند و تکلیف سهامدارای آذرآب را هم خواستار تعیین شدن تکلیفشون شده بودند که هنوز تعیین تکلیف نشدند. این کارگران بیستون آمده دیروز دست به تجمع اعتراضی زدند و در این تجمع اعتراضی ریل راهن شمال به جنوب رو بستند که پس از چند ساعت با دخالت نیروهای انتظامی این ریل باز شد و تجمعات به داخل کارخانه کشیده شده. خبرها آمده که دیروز 21 کارگر آذرآب هم در این را ارتباط دستگیر شدن. این خبر رو آقای عباس قاسمی دادستان عراق داده بود. پیشتر در زمینه‌های دیگر هشدار داده بودیم که کارخانه آذرآب هم آبستن حادثه است و این کارخانه‌ها کارخانه‌های بزرگی هستند مثل هپکو. کارگران آنها را و خواسته هایشان را باید جدی گرفت. آقای وزیر کار هم آقای شریعت مداری گفته که قرار بود حقوق آبان و آذر ماه این کارگران رو پرداخت بکنن ولی این کار انجام نگرفته و ایشون گفته که یک عذرخواهی به کارگران آذرآب بدهکاریم. ما یک عذرخواهی به کارگران آذرآب بدهکار هستیم. این مطلب رو آقای شریعت مداری گفته، چرا که باید موضوع مالکیت را زودتر از اینها برطرف میکردیم که برطرف نکردند. اما شاخص فلاکت در ایران امروز گزارش شده که برای دومین بار از 50% پیشی گرفته، بیشتر شده و به 53.2% رسیده. دلیل اصلی وخامت شاخص فلاکت رو ناشی از افزایش نرخ تورم اعلام کردند. آقای بیژن زنگنه وزیر نفتم امروز خبر داده است که بیش از 95% ارزهای حاصل از فروش پتروشیمی ها به کشور باز میگرده و گفته تنها چند شرکت بازی در میآورند که به دستگاه های نظارتی معرفی شدند. منظورشون را از دستگاه های نظارتی ایشون مشخص نکردن، اما با این آدرسی که آقای زنگ نمیدن من فکر میکنم اونایی که میخوان تحریم رو بکنن ممکنه که خرید پتروشیمیا یا محصولات پتروشیمی را با این اطلاعاتی که آقای بیژن زنگ نمیدن در دستور کار قرار بدن برای تحریم. اما ارزهایی که ایشون میگوین وارد میشه واقعا بازار ارز رو مدتی تقریبا با ثبات نگه داشته و امروز هم دیجی گولد گزارش داده که هر دلار آمریکا 11374 تومان خرید و فروش می شده و هر یورو 12609 تومان. هر اونس طلا در بازار جهانی هم 1490 دلار خرید و فروش می شد و هر گرم طلای 18 عیار در بازارهای تهران و ایران 403500 تومان و هر سکه بهار آزادی هم زیر 4 میلیون تومان همچنان باقی مونده و به قیمت 3,961,000 تومان امروز خرید و فروش شده. از همه اینها مهمتر که هر دیجی گولد 18 عیار هم 4,035 تومان امروز قیمت گذاری شده از سوی دیجی گولد. اما دیروز آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بوده است که خودروسازی ایران فشل هست. امروز در پاسخ به این صحبت آقای رئیس کل بانک مرکزی، انجمن خودروسازان واکنش نشون داده و گفته بانک مرکزی هم نتوانست نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ارز را کنترل بکنه و گفتن که اگر خودروسازی فشل است اول باید بانک مرکزی فشل بودنش را برطرف کند. در صورت این صحبت‌هایی است که با یکدیگر انجام میدن. همه این خبرهای جدی یک طرف، خبرهایی هم میرسد از سوی خبرگزاری‌ها که عجیب هست تا اندازه‌ای. گوشت‌های لاکچری و ماساژ دیده در فروشگاه‌های شمال شهر تهران
و هر کیلو 1,000,000 تومان به فروش میرسه. این گوشت ها هم در نوع خودش گوشت های بی‌نظیر هستند، از اینکه عده‌ای از بازرگانان یا عده‌ای از فروشندگان حوصله می‌کنند در این وضعیت چنین گوشت‌هایی رو وارد بکنند و با قیمت کیلو 1,000,000 تومان بفروشن هم از عجایب این دوران هست. اما خبرهای خوبی هم در مورد بانوان داشتیم. خانم شهربانو منصوریان در وزن 70 کیلوگرم و مریم هاشمی در وزن زیر 75 کیلوگرم با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در چین راه پیدا کردند. اینا قهرمانان ووشو هستند. با راه یافتن این زنان قهرمان به جوامع جهانی، بانوان یک گام دیگر هم برداشتن. و اما دوچرخه سواری که خیلی مسئله بود برای زنان، امروز خانم سمیه یزدانی ملی پوش دوچرخه سواری کشورمون تونسته به تیم کانتیننتال تیکای اسپانیا بپیونده که این هم یک پیروزی است. اما یک خبر دیگر داشتم امروز رسیده بود از میان خبرهایی که در مورد زندانیان هست و اونم این هست که امیر بختیار، اینطور خبر بوده، فرزند سرتیپ بختیار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تحقیق کردیم دیدیم امیر بختیار فرزند سرتیپ تیمور بختیار، رئیس اولین رئیس ساواک دوران گذشته است و امیر بختیار یا خود تیمور بختیار هم پسرعموی دکتر شاپور بختیار هست. گویا امیر بختیار از خارج از کشور برای دیدن اقوامش به چهارمحال و بختیاری اومده بود و برخورد کرد با اون حوادث لردگان و چنار محمودی و دستگیر شد. در صورت او در زندان هست بدون اینکه خبر خاصی از او داشته باشیم. و اما جو بایدن اعلام کرده که یعنی ابراز نگرانی کرده از گسترش درگیری میان واشنگتن و تهران. ایشون گفته که در حال حاضر زمانی حساس میان اکنون و نوامبر بعدی است. ترامپ بدون اینکه درکی از عملکردش داشته باشد میتواند ما را وارد یک درگیری کند، درگیری آمریکا و ایران. صلاح الدین خدیو در یادداشت پایانی اشاره بکنم که دو حمله تانکی رو با هم مقایسه کرده. حمله تانک‌های اتحاد جماهیر شوروی در بهار 1968 به پراگ که موجب رسوا شدن مارکسیسم و شوروی‌ها در جهان شده و حمله عبور تانک‌های ارتش ترکیه به قصد حمله به دستاوردهای کوچک کردها در رژاوا رو، این دو تصویر رو کنار هم گذاشته و گفته است که از فردای اکتبر 2019 با قاطعیت میتوان گفت ترکیه دیگر کشور دیروز نیست. ناقوس مرگ اسلام میانه رو و لیبرال به صدا در آمده و سرزمین آناتولی الگوی دموکراسی ترکیه اسلامی که بنا بود سرمشقی برای جهان اسلام باشد محسوب نمی شود.